درودهای گرم خدمت بینندگان تلویزیون اندیشه. من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم به کارگردانی خانم غزاله و با حضور جناب آقای جناب آقای امینی. دیروز 17 دی بود، سال روز 17 دی، روز کشف حجاب در زمان رضا شاه. نخستین نشانه های کشف حجاب در تاریخ ایران، نخست سخنرانی بدون روبنده طاهره قرة‌العین بود در سال 1264 هجری و نیز در دربار ناصرالدین شاه، مشاهدات شاه از وضع زنان اروپایی در سفرهای اروپاییش که در محافل روشنفکری ایران هم انعکاسی یافته بود. در دوره مشروطیت و اوایل سلطنت رضا شاه، بحث‌ها پیرامون نقد حجاب از سوی فعالان جنبش زنان گشوده شد و از اواسط دهه 1300 انتقاد به حجاب در تهران آسوده تر شده بود. عالم نصفان در سال 1310، نشریه عالم نصفان در سال 1310 بحثی گذاشت درباره حجاب و از زنان نظر اونها رو درباره حجاب پرسید. در مجموع پاسخهای زنان حاکی از دفاع از بی‌حجابی بود. همچنین در همون زمان گفته شد که هدی شعراوی در سال 1302 در مصر حجاب اسلامیش را به نشانه حمایت از جنبش فمینیستی در دریای مدیترانه انداخت. اجازه بدید درباره همه این موضوعات نظر آقای امینی رو بپرسیم. آقای امینی عزیز، سلام بر شما. درود بر شما و همچنین بر همیهنان گرامی و بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه. آقای امینی، هپی نیو ایر. همچنین به شما و همیهنان گرامی. خوشبختیم که از سفر بازگشتیم. سپاسگزارم. طولانی بود سفرتون؟ چند هفته بود دیگه. بله، خب انشالله خوش گذشته باشه. آقای امینی، پیش از هر چیز، یعنی پیش از اینکه پرسش های پیرامون هفته دی رو مطرح کنم که ممکنه به جلسات آینده هم بکشد، میخوام ببینم که دیدگاه اسلام، آیات عظام و حال شخصیت های تشیع درباره زنان چه بوده؟ اونها زنان رو چگونه میدیدند؟ اجازه بدید که این پاسخ به شما رو از زبان یکی از رهبران کنون امروزی جمهوری اسلامی، از یکی از آیات عظام جمهوری اسلامی، از کسانی که در آقای حجت الاسلام قرائتی، رئیس ستاد نماز جمعه ها، یعنی کسی که امام جمعه ها را از طرف رهبر انتخاب میکنه، میگوید که شما جنس مرغوب را در کادو میپوچید، روی تلویزیون پارچه میاندازید. البته فکر کنم فقط دهاتی ها روی تلویزیون پارچه بندازن. کتاب قیمتی را جلد میکنید، طلا و جواهرات را ساده در دسترس قرار نمیدهید. بنابراین جلد و حجاب نشانه ارزش است. ایشون حجاب رو به عنوان یک نمونه از ارزش نهادن به زنان ازش یاد میکنه. اصلا به داوری من، در میان تمام تبعیض هایی که از زمان پیدایش جمهوری اسلامی، پایگیری جمهوری اسلامی از سال 1158، یعنی از زمانی که رسمی شد دولت جمهوری اسلامی در ایران، تا به امروز بر مردم ایران روا شده، هیچ یک از این تبعیض‌ها به اندازه تبعیض علیه زنان دردناک نیست، به ویژه در این صورت نمادین آشکارش که حجاب اجباری است، که زن ایرانی باید یک رخت رسمی رو که دولت تعیین کرده بر تن بکنه و موی خودش رو بپوشانه. و بگذاریم که بسیاری از زنها این رو تا حدودی رعایت نمی‌کنند، فقط کفن دیده بشه. از نظر
روحانیون شیعی شاید آنچه که در کتاب ها از زبان امام جعفر صادق آمده و کلینین یاد کرده یا در کافی و دیگر نویسندگان برجسته فقیهان برجسته شیعی فقیهان روایی از کافی اسم کتابشه اسم کتاب بس بله از زبان پیامبر یا امامان یاد کردند شاید بهترین گواه این باشه که چه دیدگاهی در میان نه اینکه ضرورتا دیدگاه پیامبر اسلام بوده باشد ولی بر روی به عنوان حدیث و روایت آمده بهترین نشانه از نوع نگاه فقیهان شیعی نسبت به زن است. اجازه بدید یک نمونه از اون رو از امام جعفر صادق اون گونه که در کافی آمده یعنی کلینی در کافی آمده و این رو هم از امام جعفر صادق نقل کرده و هم میگوید که خود پیامبر اسلام در واقع این رو گفته بوده و امام جعفر صادق این رو از پیامبر اسلام یاد کرده یعنی کلینی میگوید که امام جعفر صادق از زبان پیامبر این رو گفته عربیش رو نمیخوانم میگوید که زنان از نظر بیان ناتوان و از نظر جسمی آسیب پذیرند بنابراین با قرار دادن آنان در خانه آسیب پذیری آنان را بپوشانید و با سکوت ناتوانی آنان را مخفی کنید خب راه حل هم داده بله دیگه گفته یعنی اینها را اولا در خانه نگه دارید بعدم با اینها حرف نزنید و بسیاری از روحانیون شیعی از دیرباز از فقیهان شیعی اصلا بر این باور بودند که با زن نباید صحبت کرد حتی زن محرم رو هم حتی باش نباید صحبت کرد با زن نامحرم که بیش از 5 کلمه با واژه نباید گفت بیش از 5 واژه اون هم واژه هایی که لازم هست حتی این رو از باز از زبان پیامبر یاد میکنن حالا تا چه اندازه درست باشه که گفته است که کلام خود را با زنان با سلام آغاز نکنید و آنان را به سفره خود نخوانید زنان باز تکرار میکنه از نظر بیان ناتوان و از نظر جسمی آسیب پذیرند و ببینید این دیدگاهی است که به طور تاریخی هزار اندی سال هست که در میان فقیهان شیعی چیره بوده زن رو موجودی پستر میدانند سخن گفتن با زن رو نادرست میشمارند از آیت الله خمینی یاد شده که پرهیز میکرده از صحبت با زنها و معتقد بوده که اصلا شنیدن صدای آواز زن حرامه و به همین دلیل هم در آغاز کار میدونید که موسیقی رو در رادیو در آغاز اجازه نمیدادند تا به تدریج موسیقی مردانه آزاد شد و این دیدگاهی است که بر روی نسبت به زنان داشتند این که اشاره کردی در دوران مشروطه یکی از نخستین کارهایی که پس از فرمان مشروطه یکی از زنانش بسیار بسیار جسور ایرانی به نام خانم استرآبادی انجام داد بی بی خانم استرآبادی یکی از نخستین روزنامه نگار زن ایرانی هم بود اون که کتاب معایب الرجال رو نوشته بله در جواب به کتابی که شاهزاده گمنامی در یعنی ایراد گرفتن به زنان نوشته بودی که زنان اصلا عقل درستی ندارند این کتاب معایب الرجال رو نوشت کتاب بسیار پر طنزی هم هست بسیار دردناک هم هست زمین که طنزآمیز هست او آمد در منزلش مدرسه ای را انداخت آگهی کرد که شاگرد میپذیره بلوا شد بر سر این فتوا گرفتن از شخص نوری از که اون زمان وکیل مجلس بود یکی از نمایندگان مجلس بود و او دستور داد که درس خواندن زنان حرام حتی از خراسانی از آخوند خراسانی که یکی از پشتیبانان مشروطه بود دستخط هست که آموزش دختران حرام هست بنابراین در آغاز کار در کوشش و جنب و جوش زنان ایرانی حجاب تنها مورد نبوده بلکه در چند زمینه کوشش صورت می گرفته یکی از نخستین اونها آموزش بوده کوشش اونها برای آموزش و سپس برای دستیابی حقوق برابر با مردها نه در زمینی حتی انتخاب شدن حتی یکی از زنان روزنامه‌نگار ایرانی که روزنامه‌ای در اون دوران بیرون می‌داد آمد برای اینکه نشان بدهد که قانون اساسی مشروطه گرفتاری کمبود داره
آگهی در روزنامه در آورد، در شماره دوم روزنامه خودش، که به همین دلیل هم توقیف شد در دوران مشروطه، و نام 15 نفر از زنان رو نوشته بود که اینها رو در انتخابات به اینها رأی بدید، که البته خب جلوگیری کردن و گفتن به هیچ وجه نمیشه این کار انجام داد، یعنی زنان نه حق رأی دارن نه حق انتخاب شدن دارن. در زمینه دیگری که به راستی زنان از همون آغاز جنب و جوش مدرنیته در ایران کوشا بودن و مردها هم از این حق دفاع، مردهای روشن فکر اون زمان هم از این حق دفاع میکردند، پایان دادن به تبعیت زنان از مردان در زمینه ازدواج است که با به هر حال نص قرآن اصلا گرفتاری پیدا میکنه، یعنی زن باید تابع مرد باشه در ازدواج. سن ازدواج رو میخواستن تغییر بدند که چرا دختر باید 9 سالی، اونم 9 سال قمری، یعنی 8 سال و 7 ماه خورشیدی که بچه است در واقع این دختر، به خانه شوهر بره. البته میدانید که ازدواج با دختر حتی شیرخواره هم از نظر شرعی آزاد بوده. همخوابگی است که باید در 9 سالگی عمل ازدواج زناشویی در 9 سالگی باشه. بیبی چیکار می‌کردن؟ 6 ماهه. والا این رو من اجازه بدید در تلویزیون نگم، ولی استبولحسن اصفهانی در رساله معروف خودش صراط النجات میگوید که لذت بردن از دختر همسر شیرخواره مانند برخی چیزهایی که توضیح میدهد به شرط آنکه عمل جنسی کامل انجام نگیره هیچ ایرادی نداره با همسر حتی شیرخواره. ما خیلی گرفته. بله بله، این رو به طور روشن آستابالحسن اصفهانی میگه و در کتاب توضیح المسائل آیت الله خمینی هم آمده. چون یه بی بی خانم دیگری که در انقلاب مشروطه خیلی نقش داشت، بی بی خانم بی بی مریم بود، خواهر ناتنی سم و سام و سلطنه دشت. بله بله، دو برادر معروف مشروطه، یعنی دو برادر معروف بختیاری ها. بله، سم سام و سلطنه، ببخشید، سردار اسعد و سم سام و سلطنه، خواهر ناتنی اونها بود. او رو در اگر اشتباه نکنم 40 روزه بیشتر نبوده که شوهر دادند، 40 روز داشته که پدرش که خان بختیاری بوده او رو به مردی که 20 ساله بوده شوهر داده، البته تا 14 سالگی هنوز در منزل پدر بوده. مادر پشمان بختیاری نبوده؟ مطمئن نیستم. چرا؟ شاید هم چرا بوده، چرا؟ ولی به هر روی از اون همسر جدا میشه. ولی این درد زنان در اون دوران بوده، یعنی حجاب یکی از مسائلی بود که زنها با اون روبرو بودند و باش گرفتاری بسیار زیادی داشتن. به طور روشن و صریح شاید بشه گفت نخستین زنی که به حجاب میتازه خانم صدیقه دولت آبادی است، یعنی به طور مشخص در اون روزنامه که بیرون میداده زبان زنان در نقد به حجاب میپردازه. دیگران اشاره میکردند ولی حاشیه میرفتند، مستقیم راجع به حجاب نمیگفتند. ولی همین خانم بیبی خانم استر آبادی که اشاره کردم در همون کتابی که شما یاد کردید اشاره میکنه، میگه چرا ما نمیتونیم مثل مردان زنان اروپایی با مردانی که آشنا هستیم با اونها برقصیم. حتی خب ندیده بوده ولی شنیده بوده که زنان اروپایی با مردها سر یک میز می‌نشینند و با هم می‌رقصند و دست هم می‌گیرند و میگه ولی ما مجبور هستیم که در یک چادری باشیم. البته به نظر میاد خود او هم چندان پایبند حجاب نبوده، چون یکی از شاعران اون زمان تعریفی که از او می‌کنه تعریفی کسی نیست که از کسی که با حجاب رو دیده باشه. به هر حال در مورد حجاب فرمودید، اجازه بدید که من یه نمونه ای رو از یکی از نوشته های اون زمان، چون اسم آوردید از این روزنامه عالم نسوان. عالم نسوان روزنامه یک مدرسه اناسیه آمریکاییه بوده، مدرسه آمریکایی بوده که در آغاز کار فقط به زنان غیر مسلمان اجازه ورود میداده، تا اینکه برای نخستین بار چند زن مسلمان ایرانی وارد اونجا میشن و به تدریج زنهای غیر یعنی زنهای مسلمان هم
وارد این مدرسه میشن. در مدرسه از خونه فرار میکردن میرفتن تو این مدرسه. اون ماجرایی که میگید مربوط به دو خواهر در واقع ماجرایی است که زوید از همون نوشته معروف خودم که شما اشاره کردید از اون یاد کنم. من نوشته شما رو خوندم. بله بله امروز به من راجع به صحبت میکردید. خانم مهرتاج بدرالدجا رخشان تهرانی، بعدا نامش رو تغییر داد به رخشان تهرانی، دختر یکی از روحانیون تهران بوده، آقای اشتباه نکنم امام الحکما محمد باقر رضوی، امام الحکما میرزا محمد باقر رضوی امام الحکما. خود او میگوید که چون پدرش اجازه نمیداده که به مدرسه بروند، مدرسه آمریکایی میخواستن برن درس بخونن، او و خواهرش درشکه میگیرن، فرار میکنن از خانه پدر و میرن تو منزل عطابک که دشمن پدرش بوده و پدرم با اون دشمنی داشته، بس اونجا میشن. بس میشینن. خیلی جالبه. بله. ببینید این جالب اینجاست که این کارو انجام میدن. از این کارا باید یاد گرفت. ببینید اینا دوران قبل از یعنی این دورانی است که اصلا مدرسه دخترانه در ایران وجود نداشته. و اینها میرن اونجا بس میشینن برای اینکه پدر اینقدر با عطابک بد بوده که میخواستن ببینن پدر کدوم ننگ براش دردناکتره، ننگ درس خواندن دختر یا ننگ این که دخترانش به خانه دشمنش پناهنده شدن. و پدر بالاخره بعد از یک ماه قبول میکنه، یعنی میپذیره که این ننگ دوم، یعنی ننگ پناه بردن به خانه عطابک، خیلی گرانتر است از ننگ درس خواندن دختر. و این خانم رخشان تهرانی نخستین زن مسلمان زاده فارغ التحصیل مدرسه ناصیه است و یکی از زنانی می شود که در پایگذاری مدرسه ها آموزشگاه های دخترانه در ایران از پایگذاران این کار بوده بعد از مشروطه. با دراستی با این فداکاری ها زنان ایرانی برای حقوق خودشون کوشش می کردن. نادرست هست اگر ما بیایم تمام جنب و جوش و کوشش زنان رو گمان کنیم که از 17 دی 1314 آغاز شده. روز بسیار مهمی بوده از نظر نمادین، به نظر من بخش اجباری که بعدها رواش پیدا کرد اون غلط بوده، ولی خود این کار نمادین رضا شاه که خود او و همسرش و دخترانش همراه با وزیران و همسران اونها همه در دانشسرای عالی در روز 17 دی جمع میشوند در جشن دانشسرای عالی و اونجا بی حجاب ظاهر میشوند، کار بسیار برجسته بوده. البته این کار رو قبلا کسی دیگری در ایران کرده بوده، یعنی چندین سال، شاید حدود 7 سال پیش از اینکه رضا شاه پس از سفر ترکیه به این فکر بیفته، پادشاه افغانستان همراه با همسرش ثریا از اروپا به افغانستان می‌رفتن سال 1308 7 یا 8 8 1308 یعنی درست 6 سال پیش از کشف حجاب و در تهران بی حجاب همسرش ظاهر میشه و عکسایی که انداختن از اونها جنجال به پا میکنه و اونها حتی در مشهد توقف نمیکنن. علما میان به رضا شاه ظاهرا میگن که چطور سر این کن و رضا شاه زیر بار نمیره. خب البته زن پادشاه دیگری بوده. البته میدونید که امان الله خان به دلیل همین کارها بعدن اون بچه سقای معروف جنب جوش ضد او رو برانگیخت و او رو برانداخت. ولی در ایران موضوع کنار نهادن حجاب شاید پیش از حتی کودتای 1299 در میان زنان ایران آغاز شده بوده. یکی از پیشگامان این کار یک زن و شوهری هستند که اتفاقا در دوران رضا شاه شهربانی بارها اونها رو دستگیر میکنه، چون اونها انجمن مبارزه با حجاب را میندازن، یعنی ابوالقاسم آزاد مراغی و همسرش که دختر میرزا حسن خان رشدیه پایگزار مدرسه نو آموزش دبستان های نو هستش، شهناز رشدیه همسر آزاد مراغی میشه. آزاد مراغی اجازه بدید این فکر کنم خیلی جالب باشه برای همیهنان گرامی، من این تیکه رو اصلا از زبان خود آزاد مراغی براتون بخونم. ابوالقاسم آزاد مراغی فرزند میرزا عبدالمحمد ثقت الاسلام، یعنی خودش فرزند یه آخونده از مجتهدین برجسته آذربایجان بوده. خودش هم اصلا میره دنبال اجتهاد گرفتن ولی درسشو نمیخونه و برمیگرده و روزنامه پارس نامه پارسی رو در واقع مینویسه. میگوید که خودش میگه این نوشته خودش میگه در آغاز جنگ جهانگیر پیشین، یعنی جنگ جهانی اول، یعنی 1300 و حدود 20 و مثلا 8 27 اینطورا 27
در آغاز جنگ جهانگیر پیشین به ایران برگشته با دختر نوشین روان، حاج میرزا حسن رشدیه، بنیادگذار آموزشگاه‌های جدید در ایران ازدواج کردم و در نخستین روز به وی گفتم که شما نباید از مردان رو بگیرید و باید برای رفع و آزادی زنان از کفن سیاه اقدامات کنیم. ببینید این مرد و همسرش پیش از اینکه اصلا پادشاهی رضا شاه آغاز بشه، پیش از کودتای 1299، یعنی در دوران 1900 آغاز جنگ جهانی اول، 1296 درست حدود 100 سال پیش، اینها در حدود 100 سال پیش به فکر مبارزه با حجاب میفتند، از نخستین کسانی هستند که آشکارا دست به این کار میزنند. همسرم در پاسخ گفت اغلب و اکثر ملت و زمامداران پیشوایان ایران کاملا مخالف این مرام هستند و ما را تکفیر و واجب القتال، واجب القتل خوانده، از هیچ گونه آزار کوتاهی نخواهند کرد. جواب دادم اقدامات سری و با احتیاط خواهیم کرد و امیدوارم با تدابیر لازمه به مقصود برسیم. این خانم شهناز آزاد، با جرای جالبی هم اینجا خدمتتون بگم، شهناز آزاد یکی از دختران میرزا حسن رشدی، از همسر دومش علویه خانم هست. این اسمم برای اون زمان خیلی مدرن بوده، شهناز. بله بله. این خانم و خواهرش رو پدرش، یعنی آقای رشدیه، سر اینها رو میتراشه، رخت پسرانه بر تنشون میکنه که بتونه اینها رو وارد یکی از مدرسه های خودش بکنه. به عنوان پسر اسم میذاره، اسم یکشون میذاره محمد، اسم دیگری میذاره عبدالله، و سوراخی که در گوش اونها برای گوشواره بوده اونها رو لو میده و معلوم میشه که اینها دختر هستن و اینها رو از مدرسه بیرون میکنن. و اینو پوراندخت رشدیه، عروس میرزا حسن، گفته میرزا حسن خان میخواست دخترانش هم با سواد باشن، اما در تبریز مدرسه دخترانه نبود. سر دو دختر کوچکش که شهناز و مهین بانو نام داشتند تراشیده بود و با آنها لباس پسرانه پوشانده بود تا به مدرسه پسرانه بروند. چه روزگار سختی بود. کسی نمیدانست که اینها دختر هستند. پدرم فرزند رشدی از همسر نخستین او تعریف میکرد که به شهناز میگفتند میرزا عبدالله و مهین بانو را، من اشتباه کردم، محمد نه، بدرالدین صدا میکردند. میرزا عبدالله روی نیمکت کنار پدر من، برادر بزرگترش، می نشسته و پدرم می دیده که گوش اینها سوراخ هست، برادر اینها. وقتی می پرسیده که چرا، آن دو می گفتن ما در بچگی مریض شده ایم و دکتر گفته که گوشتان را باید سوراخ بکنی تا خوب شود. اما یک روز پدر من به اندرون می رود، پرده را کنار می زند، ناگهان می بیند که میرزا عبدالله با شلیته در کنار سر حوض نشسته است و می فهمه این دختره. خب ببینید با چه درد سرهای این زنها برای آموزش کار میکردن. این شهناز مراغی، این شهناز رشدیه میشود همسر مراغی و اینها یک انجمنی به نام انجمن مبارزه با حجاب به راه میندازن و شهربانی چندین بار این انجمن رو رفته و سرکوب کرده. یعنی مهمانی هایی میدادن که در این مهمانی ها شرکت کنندگان باید بی حجاب ظاهر میشدند و ماجرای برار بسیار بسیار جالبی است. آقای امینی، رضا شاه هم در مورد همین مسئله حجاب اظهار نظری کرده که من اینجا به نقل از همسرش، نه به نقل از جم بله میخوانم با اجازه شما. خواهش من. گفته است که نزدیک 2 سال است که موضوع حجاب سخت فکر مرا به خود مشغول داشته، خصوصا از وقتی که به ترکیه رفتم. بله، 2 سال برای اینه رفتم. بله. ترکیه. بله. زنهای آنها را دیدم که پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردهایشان در کارهای مملکت با آنها کمک میکنند. بله. دیگر از هر چه زن چادری است بدم آمده. بله. اصلا چادر و چاقشور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است. درست حکم یک دمل را پیدا کرده که باید با احتیاط به آن نیشتر زد و از بینش برد. با نیشتر زد یا بدون نیشتر؟ نه، نیشتر زد، ولی به نظر من تا اونجایی که این کوشش رو انجام دادن که زنها رو
آگاه کنن، آزاد بگذارن در این که بی‌حجاب باشن، کار بسیار شجاعانه بود. اونجایی رو من باش گرفتاری دارم که پاسبان‌ها رو، که خود اونها، این پاسبان‌ها آدم‌های بی‌دانشی بودن، زن‌های خود اینها و خواهرشون، مادرشون، همه اینها محجبه بودن، اینها رو مسئول جلوگیری از حجاب کردن. خب این به نظر من بی‌حجاب کردن اجباری زنان همون اندازه نادرست هست که حجاب اجباری. آموزش باید داده می شود. من فکر کنم در دوران محمد رضا شاه که اجباری در بی‌حجاب بودن نبود، بی‌حجابی در ایران بیشتر شد تا در دوران 6 سال پایانی پادشاهی رضا شاه. ولی خب رضا شاه تجربه ترکیه رو دیده بوده، در ترکیه هم با زور این کار رو انجام دادن و گمان می کرد که در ایران هم این شدنی است و شاید اگر 10-15 سال دیگر پادشاهی او پا بر جا میموند و جنگ جهانی پای متفقین رو به ایران نمیکشوند و پادشاهی اون به پایان نرسیده بود، شاید این زور در ایران هم تا حدود زیادی کار کرده بود. ولی در بیشتر دورانها زور تا یه جایی جلو میره، یه بخشی از تحول اجتماعی هست ولی کافی نیست، باید با آموزش همراه باشه. ولی به هر روی در این که کاری رو آغاز کردند، به نظر میاد از روی اسناد میتوان به این نتیجه رسید که پیش از اینکه رضا شاه پس از سفر ترکیه به فکر کشف حجاب بیفته و به درستی جمع اشاره میکنه که 2 ساله بوده که فکر او رو مشغول کرده بوده، تیمورتاش یکی از پیشگامان این کار بوده. در کتاب خاطرات و خطرات مهدی قلی هدایت که دراز مدت ترین نخست وزیر دوران رضا شاه، 6.5 سال نخست وزیر او بوده، میگوید که در دیدم که خود مخبر سلطنه میگه، دیدم در تعرفه‌ای که برای واردات تهیه کردن کلاه فرنگی رو هم در نظر گرفتند و پرسیدم از تیمورتاش که آخه سهمیه وارد کردن کلاه برای چیه، گفته بعداً متوجه خواهید شد. تیمورتاش در این سودا بوده. اصلا یکی از رویدادهای بسیار مهمی که در ایران در دوران 2 سال پیش از 3 سال پیش از کشف حجاب انجام می شود، دومین کنفرانس زنان شرق است که کنفرانس اولش در سال 1309 در سوریه در دمشق برگزار میشه، بعدی در تهران. در تهران. و به دلیل اینکه تیمورتاش این وعده رو داده بوده به زنانی که پایه‌گذار این حرکت در ایران بودند، اینها تصمیم میگیرن که دعوت کنن کنفرانس در تهران برگزار بشه. و چون هنگامی که اینها به تهران میرسن، تیمورتاش دیگه خانه نشین شده بوده، هنوز زندانی نشده بوده و دیگه مورد تایید رضا شاه نبوده، این کنفرانس یک ماه در واقع در به در به دنبال جا میگشته، یعنی دولت همکاری نمیکرده تا بالاخره در مدرسه های مختلف این کنفرانس رو برگزار میکنن و یک نفرم از طرف دولت تعیین میکنن که مردی از نمایندگان مجلس اورنگ که برود در اونجا و جلوگیری بکنه از این که مبادا در مورد حجاب صحبت بشه و در مورد حقوق زنان. و هر بار که کسی خارج میشده از این خط، اورنگ میرفته و پای میکروفون و اعتراض میکرده و میگفته که شما دارید از حدود خودتون خارج میشه، خط قرمز. بنابراین راستی این هست که در اون دوران بخش بزرگی از جامعه ایران، نه تنها آخوندها بلکه مردان ایرانی هم پروا داشتن از اینکه زنها بی حجاب بشن. ولی بعد از اینکه حجاب بی حجابی اجباری شد، دست کم در میان نخبگان ایرانی بسیاری از بزرگان دولتی زن اجاره‌ای یا صیغه به مهمانی ها می بردند، زن خودشون رو نمی بردند. مخبر سلطنه هم؟ بله، اون نامه معروفی است که حکمت دعوت میکنه وزیر فرهنگ، وزیر معارف، از یکی از کسانی که از طرفداران کشف حجاب بوده، اصلا شاید بتوان گفت یکی از کسانی است که در تشویق رضا شاه به رفتن ترکیه نقش بسیار مهمی داشته. نامه‌ای نوشته به هدایت که دیگه اون موقع نخست وزیر نیست و او رو به مهمانی دعوت کرده و او در پاسخ گفته عیال قابل عرضه نداریم، یعنی همسر بنده قابل عرضه نیست، حجاب داره. همسرش از هنگام کشف حجاب دیگه از منزل خارج نشد، همسر نخست وزیر پیشین رضا شاه. تا این اندازه جامعه متعصب نسبت به این مسائل بوده و با این وجود زنان شجاعانه در این زمینه کار میکردن. من به شما وعده داده بودم که بخشی رو از این مجله عالم نسوان بخوانم. عالم نسوان عرض کردم این مال مدرسه
عالی اناسیه آمریکایی یا بیت آل در شماره دوم سال دهم. این 6 سال پیش از کشف حجاب است. 6 سال در اسفند ماه 1308 این نوشته آمده. معلوم نیست که نویسنده کیست، می توان حد زد از قلم، ولی معلوم نیست. به احتمال زیاد خامه صدیقی دولت آبادی است. ای خواهران محترمه و برادران من، ما از تازیان وحشیگری را گذرانده ایم. اگر آنها یک مرتبه دخترهایشان را زنده به گور می بردند، شما روزی 1000 مرتبه آنها را می کشید و زنده می سازید. شما دمی ما را به حال خود راحت نمی گذارید. قرن هاست که ما را علاوه بر شداید و زحمات طاقت فرسا زنده زنده کفن کرده اید. آن هم چه کفنی؟ کفن سیاهی که حتی حیوانات وحشی هم از هیبت دیداران وحشت کرده و فرار می کنند. چادر رو میگه، چادر و روبنده. چرا از یک دختر جوانی که با پسری طرح دوستی میریزد جلوگیری میکنید و میخواهید او را بکشید و میگویید این کارها را دختر نباید بکند؟ مگر دختر آدم نیست؟ مگر دختر نمیخواهد زندگی کند؟ یکی از امتیازات انسان در مقایسه با موجودات دیگر تهیه پوشش مناسب برای اندام خیش است. بر این اساس لباس پوشیدن یکی از شئون و ویژگی‌های انسان است. لباس افسون بر حفظ انسان از سرما و گرما و برف و باران و یاری دادن وی در حفظ عفت و شرم، در آراستگی و زیبایی آدمی نیز نقش مهمی ایفا می کند. خب این آشکارا شمشیر از رو بستند یا می گویند که این حجاب رو ما می خواهیم کنار بگذاریم. آقای امینی، این ایده فقط در بین مردم یا شخصیت های فرهنگی نبوده. من در همون آثار شما خواندم که دو تن از پرنسس های قاجاریه، یکی فخرالسلطنه دختر فتلیشا و تاج السلطنه دختر ناصرالدین‌شاه، اینا هر دوشون جزو ناقدان بزرگ وضعیت زنان در ایران بودن. کاملا درسته. و اصلا همین خانم بی بی خانم استرآبادی که اشاره کردم، این از کارکنان دربار بوده. بی بی خانمی در دربار بوده و همسری ازدواج میکنه، همسرش وزیروف که از ایرانیان قفقاز بوده، او رو به آموزش برمی‌انگیزه، درس خواندن و در همون دربار درس میخونه، یعنی پیش اونهایی که به دخترای ناصرالدین شاه درس میدادن. در دربار قاجار برای بسیاری از زنان درس خواندن مطرح شده بوده و به ویژه پس از سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا این موضوع بیشتر بالا میگیره و ناصرالدین شاه جلوگیری نمیکرده از این کار. در مورد دختر فتلی‌شاه مورد استثنایی است. خب تعداد بچه‌هاش انقدر بوده که از دستش در رفته بوده، نمیدونسته کی به کی است و برخی از فرزندانش هم خب آدمای برجسته‌ای میشن. یکی از اونها نمایشنامه‌نویس میشه، جلال الدین میرزا، و حتی میگن سودای جمهوری داشته همراه با یکی از برجسترین روشن فکران مدرنیته ایران، میرزا ملکم خان، در اون مرکزی که درست میکنند، مرکز نیمه فراماسونری، مرکز به هر حال فراموشخانه. ولی درست میفرمایید، یعنی این فقط روشن فکران نبودن، بلکه در خود دربار هم موضوع مطرح میشه. ولی خب مخالفت باش از سوی مردهای سنتی ایران بسیار بسیار بالاست و به همین دلیل هم آدمی مانند ایرج میرزا که در اون زمان با شعر زن محجبه رو، زن در چادر رو، زن فاسد میخوانده و میگفته زیر چادر هست که این فساد صورت میگیره، خب خیلی منفرد بوده، یعنی دست تنها بوده در میان روشنفکران اون زمان و به عنوان کسی که دریده سخن میگفته شناخته میشده و خب براستی هم چنین میکرده، یعنی آشکارا نقد میکرده به حجاب. عشقی هم همینطور، عشقی هم میرزا فتلی آخونزاده چی؟ میگن اون از مبشرانی بوده که اولین کسی بوده که از حجاب نقد کرده. و از حجاب دو نفر رو باید گفت که در اون دوران سخت به حجاب تاختند. یکی میرزا فتلی آخونزاده است که خب چون در ایران نبوده و در قفقاز میزیسته، با زنهای روس و اروپایی
سر و کار داشته و اون زمان قفقاز کانون روشنفکریگری و انقلابی خودش هم هست که روسیه. مترجم دستگاه گرجیان بوده، خود او آدم بالایی بوده، حتی افسر میشه در دستگاه ارتشی تزاری و آدم برجسته‌ای در دولت محلی به شمار می آمده و خب نمایشنامه نویسی بوده که به چندین زبان آشنایی داشته، اولین نمایشنامه نویس آسیاست. ولی کسی که بیش از او به این موضوع تاخته و جالب هست، به هر حال چون ازلی هم بوده، داماد صبح ازل یعنی میرزا آقاخان کرمانی است که او اصلا میگوید که پیامبر اسلام این حرف‌ها رو در مورد حجاب برای عرب‌ها زده، مربوط به ما نیستی، ربطی به ما نداره. میگه اصلا تمام اینها از جمله وضو گرفتن چیزهای از این دست برای عرب‌هاست. خب خیلی ضد عرب بوده، میدانید که اون آدمی است بسیار شیفته گذشته ایران تا حد ضد عرب و ضد جنبه‌های از ضد اسلام پیدا می‌کنه و او خیلی تاخته به حجاب، بیش از دیگران شاید بشه گفت میرزا آقاخان کرمانی به حجاب تاخته و از اون به عنوان کفن مانند همین نوشته‌ای که در 1308 اشاره کردم یاد کرده. در ارتباط با پدر پروین اعتصامی که میگن اونم یکی از پیشگامان آزادی زنان بوده، ولی با احتیاط کتابی رو ترجمه کرده از عربی. کتابی بوده از یک نویسنده مصری درباره آزادی زن، تحریر المرأة. اما ملاحظه کرده وقتی این رو برگردانده به فارسی، اون رو آزادی زنان نام نگذاشته، تربیت زنان نام گذاشته که مورد پرخاش بیش از حد قرار نگیره. او هم یکی از انسان‌های بسیار پیشرفته در زمینه حقوق زنان است. ده خدا درباره او میگوید که زمانی که زنان ایرانی به حقوق خودشون دست پیدا بکنند، تندیس او رو باید بسازند به عنوان یکی از پیشگامان حقوق زنان. یعنی یوسف اعتصام. یوسف اعتصام سلطنی بود. اعتصام دولی بود. و خود پروین اعتصامی هم مدرسه امریکایی میرفته، فکر میکنم اون هم نگاه کنید فقط روسری بر سر داره، هیچ حجاب رسمی یا چادر بر سر نداشته. پیکرهایی که از او در دست هست همه با روسری است. روسری حتی اونهایی که مخالف حجاب بودند میپذیرفتند که اشکال نداره که روسری بر سر داشته باشه، اما پیکرهی در دست ماست از پایه‌گذاران یکی از نخستین انجمنهای زنان در ایران که در سال 1300 به وجود میاد، خانم اسکندری و دوستانش این رو پایه میگذارند. پیکریس از 12 نفر پایه‌گذاران این انجمن که حتی ایرانیان میتونن برن در گوگل پیدا کنن این پیکره رو، اگر اسم این انجمن رو خانم اسکندری بذارن این پیکره آمده. این خانم ها عکسی که پیکری که از خودشون گرفتن همه بی حجاب هستند. اینا پایه‌گذاران نخستین انجمن ماندگار زنان در ایران هستند که 11 سال این انجمن دوام آورد. انجمن ناموس چی بوده؟ ناموس نسوان اولین یکی از نخستین مدرسه های دخترانه در تهران هست. اینا همه قبل از حجاب برداریه؟ بله خیلی قبل از اونه. بله، اینا دوران پس از مشروط است. برید در از مشروطه هنگامی که موضوع پیدایش دبستان دخترانه در ایران مطرح میشه و آغاز میشه، وقتی ما به سال 1302 میرسیم، شمار دختران دانش آموز در مدرسه های دبستان های دخترانه 1/4 پسران بوده. یعنی تا این اندازه در تهران شمار مدرسه های دخترانه افزایش پیدا کرده بوده. جمعاً چقدر تو اون مدارس اسم نوشته بودن؟ اگر درست به یادم باشه فکر میکنم 1300 نفر در تهران در مدرسه های دخترانه. 1300 نفر تا اونجا که به یادم هست، الان یاد داشته جلوم نیست، ولی فکر میکنم 1300 نفر بوده و یکی از این مدارس شبکه مدرسه ها بوده به نام ناموس و ناموس یک، ناموس دو، اینا نامگذاری شده بوده
انجمن نبوده، شبکه مدرسه هایی بوده که مدرسه ها بوده. بعد اون روزنامه نگار برجسته‌ای که از میان زنان برخاست کی بود؟ خانم صدیقه دولت آبادی. نه غیر از اون یکی دیگر، همین بی بی خانم استر آبادی. نه روزنامه نگار بود؟ نه ببینید، به این دلیل من گفتم نخستین زن روزنامه نگار، نه به این دلیل که براستی روزنامه نگاری کرده بود، ولی در روزنامه مجلس مطلب می نوشت. در اولین روزنامه رسمی ایران که روزنامه مجلس باشه، که روزنامه مجلس شورای ملی بود، او مطلب می نوشت و جالبه. در اون سال، ولی کتاب معایب الرجال اون 10 سال پیش از انقلاب مشروط است. یعنی اون کتاب رو 10 سال پیش از انقلاب مشروطه نوشته و از حقوق زنان صحبت کرده در اون کتاب. مدرسه ترقی بنات مالکی بوده چی بوده؟ مدرسه ترقی بنات الان درست خاطرم نیست. یکی از همین زنهای برجسته، میدونم یکی از این مدارس برجسته در اصفهان بود، روزنامه برجسته رو در اصفهان خانم صدیقه دولت آبادی بیرون میداد. پدرش با اینکه آخوند بود، این او و برادرش رو برانگیخته. صدیقه دولت آبادی برادرش همین چی؟ یحیی دولت آبادی. و یکی از پیشرفته ترین از شخصیت های برجسته آزادی خواه زن ایرانی در اون زمان به شمار می رفته و به راستی شجاعت او، یعنی زبان زنان که در اصفهان منتشر می شده، شاید گستاخ ترین روزنامه زنان در ایران در اون دوران بوده. در اصفهان 2000 شماره تیراژش بوده اون زمان بعد، و مورد هجوم روحانیون هم قرار می گرفته، ولی با شجاعت کارش رو انجام میده تا بالاخره میاد تهران و میره به اروپا درس میخونه. و از اروپا که برمیگرده، پس از درس خواندن بی حجاب در همه جا ظاهر میشه. دیگه حجاب رو کاملا خانم دولت آبادی میذاری کنار. خیلی پیش از کشف حجاب، شاید در حدود 10 سال پیش از، 7 سال 8 سال پیش از کشف حجاب که از اروپا به ایران برمیگرده از فرانسه، حجاب رو کاملا کنار گذاشته بوده. اصلا در وصیت نامش هست میگه که در ختم من، در هنگامی که من در میگذرم، هیچ زن با حجابی حق نداره شرکت کنه، فقط زنهای بی حجاب میتونن شرکت کنن. چاله. بله. کی فوت کردن؟ گمان میکنم که در دهه 1120 در گذشت. بله. یعنی زمانی بوده که زنان با بی حجاب زیاد بودن. بله. اون وقت یکی از نشریاتی که شما در یکی از نوشته‌هاتون یاد کردین، نوشتین دانش نخستین نشریه زنان ایرانی است. بله. که 2 سال پس از فرمان مشروطه و 75 سال پس از نخستین روزنامه ایران منتشر. بله. شد. بله. دانش رو یک روزنامه خیلی غیر سیاسی بوده، بیشتر تاکید دانش به آموزش زنان هست. خانم کهارزاده جدید الاسلام رو بیرون میداده، همسر آقای کهارزاده، میدونید که اینا همدانی بودند. بله. پدر همسر ایشون فکر میکنم یعقوب کلیمی بوده و اینها وقتی مسلمان میشدند تا 2 نسل باید جدید الاسلام رو در کنار نام خودشون میداشتند که همه بدانند که اینها قبلا مسلمان نبودند، که اونهایی که خیلی خیلی وسواسی هستن، اگه نمیخوان با اینها روابط داشته باشن چون هنوز مسلمان پاک نشدند، از اونها پرهیز کنند. این است که در شما وقتی اولین شماره این روزنامه رو نگاه میکنید، در بالای اون که نوشته سردبیر صاحب امتیاز، نوشته خانم کهالزاده جدید الاسلام. روزنامه بیشتر به آموزش میپرداخته. شکوفه روزنامه دومی بوده که در ایران منتشر میشه تا حدود این شکوفه هستش که خانم مزینی میاد در این روزنامه شکوفه اون آگهی رو میذاره برای کاندیدا کردن زنان برای انتخابات مجلس و روزنامه رو جلوش رو میگیرند. این دوران مشروطه است، جلوش رو میگیرند. بله. یعنی حتی در اون دوره. بله. که اوج. بله. روشنفکری ایرانی ها بوده. بله. بله. جلوش گرفتن. برید، روشنفکری ایرانی خیلی دیر به حوزه حقوق زنان میرسه. یکی از برجسترین روشنفکران گستاخ و ناپرهیز و شاید براستی باید گفت بدعتگذار در تاریخ ایران احمد کسروی است، ولی دیدگاه های او رو در مورد زنان وقتی شما جستجو میکنید، هنوز دیدگاه های یک
انسان بسیار پیشرو نیست، هنوز زنان رو فرودستر از مردها میدونه، به حقوق اونها باور داره، ولی میگه زن با مرد برابر نیست، جای زن در خانه و پرورش کودک و نباید وارد کارهایی بشود که مردان است. یعنی این حتی کسروی این رو میگوید، کسروی پیش رفته. بنابراین باید پذیرفت که این پذیرش حقوق زنان از سوی مردان ایرانی یه پدیده واقعا تازه است. حتی امروز هم من میتوانم بگویم که این رو گفتم در یک سخنرانی در آلمان و خیلی ها ناراحت شدند. من فکر کنم حتی در میان مردان درس خوانده ایرانی یا مردان مدعی حقوق برابر زن و مرد، به این حقوق بیرون از خونشون باور دارند. شاید بسیاری از اونها در داخل منزل به این حقوق برابر باور ندارند، هنوز به اونجا نرسیدند، ولی خب بیرون از منزل به حقوق برابر باور دارن، پای بند هستن. ما خیلی کار داریم آقای مهری تو این جامعه، با این حکومتی که بر سر کار هست، فرهنگی که در این دوران روان کردن که نمونه های از اون رو اشاره کردم که زن رو مانند اینکه روی تلویزیون باید پارچه انداخت جنسی میدونن که متعلق به مرد و بعد از اون جلوگیری کرد. حتی این نوشته‌ای که اشاره کردم، این نوشته‌ای که خوندم، این چند روز پیش این مطالب چاپ شده در مورد اینکه امام جعفر صادق یا پیامبر اسلام چه گفته. یعنی حرفای کهن نیست، حرفایی که امروز دارند مطرح میکنند، با توجه به تمام دستاوردهایی که زن ایرانی در این سالها به دست آورده، دستاوردهای شگرفی که امروز در برابر ماست. شمار فارغ التحصیلان دانشگاهی امروز زنان بر مردان 64% بیشتره، بله، و خب بی‌نظیر هست در دنیا از این لحاظ. با این وجود، با تمام این شواهدی که ما امروز در دست داریم که نمونه کوشش زنان برای دستیابی به حقوق خودشون هست، باز ما در ایران با گرفتاری‌های خیلی اساسی روبرو هستیم. من در جای نوشتم و هنوز هم به این باور دارم که حجاب اجباری پاشنه آشیل حکومت اسلامی در ایران هست. یعنی اگر ما در ایران این جمهوری اسلامی دو خط قرمز داشته باشه، یه خط قرمزش اسرائیله، یه خط قرمزش حجاب زنان، همه چیز دیگر حاضر کنار بیاد، در صحنه سیاسی سر مسئله اسرائیل براشون خیلی دردناک کنار بیان، اون رو هم اگر کنار بیان و بالاخره روزی بپذیرن که دست از سر اسرائیل بردارن، دست سر از بین بردن اسرائیل بردارند و دیگه این موضوع رو مطرح نکنند و بگویند که ما دست از سر زنان بر دست از سر زنان بر نخواهند داشت، برای اینکه اگر زمانی در میان مسلمانان ایران، رهبران دینی ایران، این موضوع پذیرفته بشه که آنچه در قرآن آمده، آنچه در روایات آمده در مورد حجاب، در مورد حقوق زنان، به دنیای مدرن نمیخوره، جدا از اینکه حالا مسلمان باشید یا نباشید. امروز برخی این رو مطرح میکنن، میگویند برخی از مسلمانان حتی مجتهد این رو مطرح میکنن که اسلام نمیتوانسته در دوران نوشتن قرآن و زمان پیامبر حقوق زنان رو اونجوری که امروز در دنیا مورد پذیرش هست بپذیره، بنابراین باید رفرماسیون اساسی در این زمینه صورت بگیره. یعنی این چیزهایی است که جزء قرآن هست و باید نقد بشه، یعنی باید پذیرفته بشه که زن در گزینش پوشش آزاد هست، هم میتواند حجاب داشته باشه، هم میتواند بی حجاب باشه. زن با حجاب بی حجاب میتوانند در یک جامعه در کنار هم زندگی کنند و مرد حق دخالت در این کار رو نداره و حق نداره به همسرش، به دخترش، به خواهرش حکم بکنه. همونقدر آزادی دارن برای روابط با مردها که مردها این آزادی دارن برای روابط با زنها. و این اگر در جامعه ایران پذیرفته بشه، ما یک انقلاب اجتماعی و فکری در جامعه ایران کردیم و به نظر من برابر است با فروپاشی جمهوری اسلامی. یعنی اگر شما زمانی این اندیشه در ایران چیره بشود که حجاب اجباری نیست، یعنی جمهوری اسلامی در ایران پایان یافته است. مانند این که در اتحاد جماهیر شوروی که حزب کمونیست تنها حزب بود یا حزب رهبر و برتر بود و حزب طبقه کارگر بود، به محض اینکه آمدن و گفتن احزاب آزاد هست، مسافرت آزاد هست، حق بیان مانند قانون، مانند اعلامیه جهانی بشر آزاد هست،
اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید. اگر در ایران بر سر مسئله حجاب دست به عقب نشینی بزنن، این خط قرمزی است که پایان این حکومت. به نظر من پایان حجاب اجباری و پایان این حکومت همراه و همزمان است. آقای امینی، در ارتباط با حجاب، این نوع اندیشان مذهبی هیچ رویه تازه، فکریه تازه ارائه نکردن؟ دوستای دقیقه بیشتر وقت ندارم. آقای اشکبری، آقای و یک دو نفر دیگه از کسانی که برحال در این زمینه داوری کردند، میدانم که اصلا به حجاب اجباری باور ندارند و حجاب را آزاد میدونند، و آقای سروش هم، از خود آقای سروش هم من این رو شنیدم. آیا این دامنگیر همه اونها هست؟ گمان نمی کنم. فکر می کنم خیلی از اونها هنوز ملاحظه می کنند. بسیاری از کسانی که مانند رهبران نهضت آزادی بودند شاید به این ترتیب با حجاب اجباری موافق نبودند، ولی به هر روی تن در دادند. من گواهی از این که در اون دورانی که حجاب اجباری شد واکنش آشکاری از سوی اونها روی داده باشه نمی بینم، ولی خب در دوران کنونی رفته رفته کسانی از اونها به این پرداختند. خیلی ممنون جناب آقای امینی عزیز. من فکر می‌کنم هفته آینده هم می‌توانیم به متفرعات این موضوع که گاه خیلی مهمتر از اصلشه رو پردازیم. شما متفرعات طوری گفتید که من فکرم در حوزه نشستیم، ولی خب بله جنبای کناری شنه. حالا شما فارسیشو پیدا کردیم به ما بگید. حتما. خب من ممنونم از کارگردان برنامه خانم غزاله و با سپاس از هم‌میهنانی که به این برنامه توجه کردن. شب و روز شما خوش. روز بخیر.